السلام علیکم انجام ان شاء الله که وقتتان به خوشی سپری شود و امید دارم که درسایتان را تکرار کرده باشین. میایم به ادامه درس ما. روز پیش در مورد مساحت گپ زدیم، یک دو سوال به طور نمونه کار میکنیم، بعد میریم سوالات خود به شکل احجام ادامه خواهد داده. مساحت 4 دکامتر مربع مساحی است. ما گفتیم مساحی به کدام کمیت است؟ خیدری جا نظر به جوابات میبینیم. 4 جواب داده، 2 سانتی دی سی. تبدیل میکنم دکا را یک بار، دکا یک بار، ببخشین دکا 10 متر. حالا ببینیم عزیزم، یک هکتومتر ما بود 100 متر، پس برعکسش. حالا کم کم بلد شدیم دیگه. پس یک متر ما یک بار 100 هکتومتر است. پس دکامتر یک بار 10 هکتومتر شد. کم کم دیگه حالا روش تغییر میتیم تا شما به سرعت عمل بکنید. 4 خودش به عوض دکا نوشته میکنیم 1/10 هکتومتر مربع داره. این میشه 4/100 هکتومتر مربع. اما این صفر اشاره 4 است، این صفر اشاره 0 4. جواب اول درست نیست. خیلی جواب اول دوستا که درست است، من درک کردم که در جواب اول اگر اشتباه است، جواب چهارم ما هم اشتباه است. چرا؟ یک و سه صحت است داره که یک صحت نیست. یا جواب دوم و یا هم جواب سوم درست است. میرم بازم ایره بر حسب سانتی دکا معنا میکنم 10 متر. همه ما میفهمیم حال دیگه که یک متر 100 سانتی متر میشه. روز پیش به شکل مشترک کار کردم. دوستایی که مشکل دارن ویدیو ششم درس فیزیک حتمی اول تعقیب بکنن. حالا میایم 4 خودش مربعش باشه و از این 10 بنمای 3 سانتی متر. 4 ضرب 10 بنمای 6 سانتی متر مربع قانون ما دارم. 4 ضرب 10 بنمای 6. پس جواب درست ما جواب دوم است. وقت خواهی نمی کنم که برم به جواب سوم هم کار کنم. چرا که 2 و 3 صحت است نداریم. اگر جمعی به 2 و 3 صحت است، باز باید جواب سوم هم حتمی کار میکردیم. میبینم دوستا در اینجا گفته یک باغ به طول 60 هکتومتر و عرض 5 ضرب 10 بنمای 3 دی سی متر است. مساحت آن در سیستم اس آی، در سیستم اس آی سیستم بین المللی متریک است. خیلی بر حسب متر مربع خواسته. چرا متر مربع؟ چون مساحت گفته. پس اول نوشته میکنیم طول 60 هکتو 100 متر میشه 6000 متر. 5000 یعنی 5 ضرب 10 بنمای 3 ضرب دی سی 1/10 سی متر. 0 با 0 خلاص، این شد 500 متر. اینال میریم در سیستم اس آی. سیستم اس آی مساحت طول داریم، عرض داریم. طول ضرب عرض میشه مساحت شکل مستطیل شکل. 6000 ضرب 500 متر، 6×5 = 30 ضرب 10 بنمای 1, 2, 3, 4, 5 متر مربع. میشه نوشته کنیم 3 ضرب 10 بنمای 6 متر مربع یا 3 میلیون متر مربع باغ ما مساحت داره. حالا ببینین، من پیشوندها را مانایش خوب دقیق خواندیم دیگه. دکار مانا میکنم 10 متر. سانتی چی مانا دا میداد؟ 1/100 متر. پس 1 متر ما 100 سانتی متر. مستقیم قیمت چه میمونم؟ 1 متر 100 سانتی متر. پس به این مانا که 1 دکامتر ما معادل 1000 سانتی متر میشه. حال میمانم 4 ضرب 10 بنمای منفی 5. اما دو کار خدای بار یک کار میکنم. مکعبش باشه به عوض دکامتر مستقیم جوابش نوشته میکنم 10 بنمای 3 سانتی متر. 4 خودش 10 بنمای منفی 5 باشه ضرب 10 بنمای. قانون نما در نما 9 سانتی متر مکعب. میشه 4 ضرب 10 بنمای. از 9 که 5 کم شد 4 سانتی متر مکعب. پس حجم ما عبارت از 4 ضرب 10 بنمای 4 یعنی 40000 سانتی متر مکعب شد. اینجا ببینین عزیزم، هکتومتر مکعب بر حسب دی سی متر مکعب خواسته شد.
میم اول معنا میکنم هکتورا. هکتو صد. صد چی؟ متر. صد میمانم که بچه؟ آلی میفهم. دیسی معنا میداد یک بر ده متر. پس یک متر ما ده دیسی متر. امیدوار هستم که گپ تمرین بکنم. یک هکتومتر صد متر. پس یک متر ما یک بر صد هکتومتر. یک کیلومتر هزار متر. یک متر ما یک بر هزار سی کیلومتر. یک متر ما هزار میلی متر. یک میلی متر ما یک بر هزار میشه متر. پس ایجام باشه صفر اشاره صفر سی و چار ضرب دوانم های منفی چار ضرب مکعبش خودش بجای هکتومتر قیمتش دوانم های سی دی سی متر. صفر اشاره صفر سی و چار ضرب دوانم های منفی چار ضرب دوانم های قانون نما در نما سی سی نو دیسی متر مکعب. خب ببینید نجایم از نوک چار کم شد پنج. ایجام سه صفر یک دو سه خانه اشاری است. با سه صفر خلاص میشه سی و چار. سه صفر و چار صفر افت صفر. افت از نوک افتش کم شد دو. دو صفرش میمانه سه هزار و چار صد دیسی متر مکعب. باز هم من مستقیم تبدیل میکنم. کیلو را میفهمم هزار. هزار متر. همه این موال باید درک کرده باشیم که میلی یک بر هزار سی متر بود. پس یک متر هزار میلی متر. یعنی یک کیلومتر ما ده به نمای شش هست میلی متر میشه. یک کیلو ده به نمای سه متر. پس یک متر ما هزار میلی متر یا ده به نمای سه میلی متر. صفر اشاری اشت خودش هم ایمانم. ضرب ده به نمای منفی شش هم باشه مکعبش هم خودش. بجای کیلو ده به نمای شش میلی متر مکعب باشه. اگر امی را نوشته کنم اشت ضرب ده به نمای منفی یک. منفی یک و منفی شش منفی هفت. ضرب ده به نمای شش سه هجده میلی متر مکعب. مطمئن هستم اشت خودش ضرب ده به نمای. از هجده که هفت کم شد یازده میلیمتر مکعب. سوال چهارم گفته ذخیره با ظرفیت 6 متر مکعب. دوستا کمیت است. این کوچک باشه این بزرگ مشکل نیست. فقط در پیشوند فکرتان باشه. چند لیتر ظرفیت دارد؟ پس آل باید متر مکعب خدا به لیتر بخواهیم. ما مطمئن هستم شما میفهمید که گفته بودیم یک دیسی متر مکعب حجم بر حسب لیتر بر مایات قابل استفاده است. خب یک دیسی متر مکعب در اصل ما متر مکعب به دیسی متر مکعب تبدیل میکنم. در حقیقت ایره به لیتر تبدیل کنم. شش همه ما میفهم که یک متر ده دیسی متر است. ده که مکعب شد هزار میشه دیسی متر مکعب. حالا میتونیم بجای متر مکعب هم قیمت شد دیسی متر مکعب هم قیمت شد لیتر بانه. یعنی ذخیره که 6 متر مکعب ظرفیت داره پس معادل 6000 لیتر میتونه ظرفیت داشته باشه. ده به نمای 17 مایکرومتر مکعب بر حسب دکامتر مکعب. ببینید اجزاست میرم به طرف اضاف. مایکرو را معنا میکنم یک بر ده به نمای 6 یعنی ده به نمای منفی 6 چی؟ متر. آل میفهم دوستان چون ما آل قرارداد ما میشد که مستقیم کار میکنیم. یک دکامتر ده متر. پس یک متر یک بر ده همیستش. یک بر ده به نمای شش متر. بجای متر یک بر ده ایسی است دکامتر. ده به نمای هفده خودش مکعبش هم باشه. بجای مایکرومتر ما قیمت چه میمونم؟ یک بر ده به نمای هفت دکامتر. ده به نمای هفده خودش ضربه. این اگه ببرین در صورت ده به نمای منفی هفت میشه یا میشه همینجا نوشته بکنیم یک بر ده به نمای هفت بیست و یک دکامتر مکعب. حالا میتونیم قوانین طاقت از قاعده اکسون یک نمای صورت هفده منفی بیست و یک که میمونه منفی چار دکامتر مکعب. نمای صورت هفده منفی بیست و یک علامه از عدد بزرگ منفی از بیست و یک هفده کم شد منفی چار. میرم باز هم سانتیر معنا میکنیم یک بر صد متر. مستقیم قرارداد ما امروز همین شد مستقیم کار میکنیم. یک هکتومتر ما صد متر. پس یک متر ما یک بر صدش.
یک بر صد خودش به یاز مترم یک بر صد هکتو متر آل میتونم دوانم های منفی سی را بانم مقابم خودش بجای سانتی متر قیمتش یک بر دوانم های چار هست هکتو متر میشه نوشته بکنین دوانم های منفی سی خودش ضربه یک بر دوانم های سی چار دوازده قانون نما در نما هکتومتر مکعب از قاعده های یکسان یکیش نمای صورت منفی نمای مخرج منفی سه منفی دوازده منفی سه منفی دوازده هم علامه میشه منفی پانزده چی هکتومتر مکعب یک مکعب 80 سانتی متر طول داره 0.4 متر عرض داره و سی زخامت اگه نشان بتیم 5 دی سی متر هم زخامت دارد حجمش حجم مکعب مستطیل دوستا طول ضرب عرض ضرب زخامت است اگر مکعب میگفت باید از لایش با هم مسئله باشه کلمه مستطیل از پیش ما مانده بود پس 80 سانتی متر است سیستم سی جی اس خواسته یعنی به این معنا که بر حسب سانتی متر مکعب خواسته او خودش سانتی است آل یک متر ما 100 سانتی متر 0.4 ضرب 100 سانتی متر یام شد 40 سانتی متر 5 دی سی یک بر ده یک بر ده چی متر یک متر ما 100 سانتی متر 50 سانتی متر حالا میریم حجم پیدا میکنیم طول ضرب عرض ضرب ضخامت طول 80 سانتی متر عرض 40 سانتی متر و ضخامت شام 50 سانتی متر چرا در سیستم سی جی اس خواسته شده بود هیچ وقت ضرب نکنین که واحدات متفاوت باشه باید هم جنس بسازین بعدش ضرب بکنین 4 5 20 یک صفر دارم 8 2 16 یک دو سه دانه صفر را میجه داره سه دانه صفر سانتی متر مکعب 160,000 سانتی متر مکعب یا میشه 1.6 ضرب 2.5 سانتی متر مکعب بگیم امی مکعب مستطیل ما حجم دارد یک اتاق 5 متر طول 4 متر عرض و 3 متر ارتفاع دارد گنجایش چند قوطی به حجم 50 دیسی متر مکعب را دارد که از فاصله بینشان صرف نظر شد خودی هایی را که بالای هم میگذاریم به فاصله حتما یک درز داره یک فاصله داره از اون صرف نظر میکنیم خیلی دیسی متر مکعب داریم دوست اول حجم اتاق پیدا کنین و به دیسی متر مکعب تبدیل کنین چرا همیشان هم واحد است دقیقش نشو میتونی نوشته کنی وی حجم طول ضرب عرض ضرب ضخامت ضرور نیست که قبل از هر کام چه جدا به دیسی متر مکعب تبدیل کنین 5 متر ضرب 4 متر ضرب 3 متر 4 5 20 2 3 6 60 متر مکعب این حال همه ما میفهمیم 60 خودش پس 1 متر ما معادل 10 دی سی متر چی داره مکعب داره این میشه 10 بنمای 3 10 بنمای 10 بنمای 4 60,000 دی سی متر مکعب همه اتاق ما یعنی همی اتاق ما 60,000 دیسی متر مکعب 60,000 دیسی متر مکعب گنجایش داره پس 50 دیسی متر مکعب چطور میتونه داشته باشه حالا از شما اگر من سوال کنم اگر من یک صد داشته باشم ای را بخواییم به 50 تبدیل کنم میفهمین دو میشه اگر به 10 تبدیل کنم میفهمین 10 میشه اگر به 20 تبدیل بکنم 5 دانه 20 به من میسازه خیلی چی کار کردن تقسیم آلیام 60,000 تقسیم 50 میکنیم صفر با صفر خلاص 1 5 5 2 5 10 معادل 1200 قوطی میتونه گنجایش داشته باشه پس اگر قوطی های 50 دیسیمتر در امی باعث گودام استفاده کنن جا بجا کنن 1200 قوطی میتونه در امی اتاق جا بجا شده میمیزیم با کمیت دیگه که کتله بود واحدات کتله را تبدیل میکنم یک تن سیستم MTS بود به سیستم MKS به کیلوگرام همه ما میفهمیم که یک تن معادل 1000 کیلوگرام بود که حتما شما درس های گذشته تان تکرار کردین 6 ضرب 10 بنمای 6 کیلو
گرام میشه. اینجا ببینید دوستان ملی گرام بر سیستم MTS خواسته. شما میفهمید کتله در سیستم MTS بر حسب تن محاسبه میشد. پس ملی اول یک بر 10^3 گرام. دوستان این گرام هم روز پیش بر شما یادآوری کرده بودم که یک تن ما معادل 1000 کیلوگرام که باز کیلو را تبدیل کنم 10^3 10^6 گرام شد. ببینید خیلی یک تن که 10^6 گرام است، پس یک گرام چقدر از او است؟ 1/10^6. گفته بودیم دیگه مستقیم کار میکنیم، 1/10^3 باشه به جای گرام هم 1/10^6. 1/10^6 از چی؟ تن. این حالا میریم مستقیم قیمت چه میونه؟ 3 ضرب 10^10 باشه ضرب 1/ به جای گرام 1/ ببخشن به جای میلی گرام قیمتش 1/10^9 از تن. میتون 10^9 با نمایزی خلاص شد، چرا از 10^9 کم شد؟ 1 میمونه. 10^30 تن، یعنی 3 ضرب 10^10 میلی گرام ما معادل 30 تن کتله میشه. کیلو عیناً واحدات متر تفاوت نداره، 10^3 گرام. این حال 1 میلی گرام 1/1000 گرام، پس 1 گرام ما میشه برعکسش 1000 میلی گرام. حالا میتونم نوشته کنم 4 ضرب 10^7 خودش به جای کیلوگرام قیمتش میمانم، قیمتش 10^6 میلی گرام از جنس میلی گرام میشه 4 ضرب 10^13 میلی گرام. 4 ضرب 10^7 کیلوگرام ما معادل میشه 4 ضرب 10^13 میلی گرام. 0.06 میلی گرام ما بر حسب مایکرو گرام، 0.06 میلی، یک بار ببینم میلی 1/1000 چی گرام. آل دوستان شما ببینین 1 گرام ما 1/10^3 خودش 1 مایکروگرام 1/10^6 گرام، پس 1 گرام ما برعکسش 10^6 از مایکروگرام. هر وقت از بالا به طرف پایین میرفتین ضریب داره، هر وقت از پایین به طرف بالا میرین تقسیم داره، 1/1 میباشه اگر کدام وقت اشتباه میکنین. یه ببینین میلی از پایین رفتم 1/1 داره، همونجا گرام از بالا آمدم 10^6، از 6 که 3 کم شد 3 10^3. حال قیمت چه میونه؟ 0.06 به جای میلی گرام 10^3 مایکرو گرام. این مسایی میشه بود 2 0 با 2 خانه اشاری و خلاص میمانه 60 مایکرو گرام. میلی ببینی از پایین میرم به طرف بالا تقسیم دارد، اگر کدام وقت اشتباه میکردن میلی خودش مانا 1/10^3 گرام. حالا ببین گرام به طرف کیلوگرام به طرف هزار میره، خیلی 1/1 داره، کیلو چی مانا میداد؟ 1000. این حال میفهم 1/1000، پس 1 گرام ما 1/1000 رو میسه کیلو گرام است. این 500 میلی گرام به جایش 10^-6 از کیلوگرام از مخرج بردیم به صورت 5 ضرب 10^ از منفی 6 که 2 شکم بساز منفی 4 کیلو گرام میشه. تشکر دوستان از توجهتان، انشالله که در یک از درس های دیگه هم ادامه تبدیل واحدات کار خواهد شد و بعدش بخیر بخش وکتورها آغاز درس ما خواهد بود. وقتتان خوش، موفق باشید.